سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و برنامه نگرش نو. من زهره حقبالی هستم و با افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر. سلام خانم دکتر بابک عزیز، به برنامه ما خوش آمدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتون هستم. یک سلام دوباره از هفته گذشته تا الان به شما و همه شنوندگان عزیزمون در این روزهای بسیار گرم اروپا که ما یه همچین روزهایی رو خیلی کم داریم. فکر میکنم آلمان شما هم باید خیلی گرم باشه. بله بله، اینجا هم هوا آفتابی هست و مردم حسابی از این هوا لذت میبرن. من دکتر بابک عزیز، ما در جلسات گذشته در مورد انواع افسردگی صحبت کردیم و امروز میخوایم با حضور شما در مورد پوست روانی صحبت کنیم. خیلی اوقات ما شنیدیم که پوست روانی افراد نازک هست، پوست روانی افراد ضخیم هست. میخوایم بدونیم که اصلا پوست روانی چی هست، اگر که زحمت بکشین در این مورد توضیح بدید. حتما، خیلی موضوع مهمیه و من یه تشکر باید از خود شما بکنم که یه همچین موضوعی رو مطرح کردید امشب یا امروز. حالا میگم امشب و امروز، همیشه به خاطر اینکه ساعت‌های متفاوت در این کره زمین مردم صدای ما رو میشنون و همین دلیل من همیشه شب و روز رو میارم وسط. پوست روانی، ما میدونیم که پوست معمولی بدن و جسم داریم که هممونم میبینیم، این روزای آفتابی هم خیلی ها میخوان برن پوستشون رو برونزه کنن. این پوست روانی که اتفاقا باید حواسمون، پوست جسمیه که باید حواسمونم باشه، زیرا که پوست جسمیمونم باید مراقبت ازش بشه. حالا وارد بحث جسمی نمیشیم در این برنامه، ولی میخوایم بریم ببینیم که پوست روانی که اینقدر بارها و بارها ممکنه شنیدیم واقعا چیست و از کجا شروع میشه و چه کسانی پوست روانی نازک دارن. پوست روانی نازک به اشخاصی میگن که خیلی حساسن، خیلی زود رنجند و واقعا من میگم که به مریضان بعضی وقتا میگم از اون کاراکتر و شخصیت هایی هستی که انقدر آسیب خوردی که اگر از انقدر پوست روانیت نازک و لطیفه که اگر از بغلت هم رد بشن تو کبود میشی. حالا طرف همینطوری رد شده، اصلا کاری به تو نداشته، اما تو برداشتت این بوده و کبود شدی، و یا اینکه با قصدی رد شد. پوست روانی به آسانی کبود میشه برای اشخاصی که بسیار لطیفن، یعنی روحیه بسیار حساسی دارند، و این پوست روانی میتونه مشکلات بسیار جدی در زندگی شخص داشته باشه، از کودکی تا نوجوانی، از نوجوانی تا جوانی، از جوانی تا میانسالی و تا کهنسالی. و اگر مراقبش نباشیم، هر چی سنمون میره بالاتر، پوست روانی ما متاسفانه نازکتر و نازکتر میشه. و همون اندازه و نسبتی که پوست جسمی انسان وقتی سنش میره بالا نازکتر میشه. من یادم الان یه لحظه یاد بابا بزرگم افتادم. پدر بزرگ من، پدر پدریم، خیلی نحیف و لاغر بود و وقتی که دست میداد، اگه طرف دستش رو سفت باهاش دست میداد، تمام این دستش کبود میشد و کلی ما میخندیدیم، میگفتیم که آقا بزرگ دوباره دست محکم بهت دادن. پس ببینیم پوست روانی که ندیده گرفته میشه و هیچ کس کبودیش رو نمیبینه، اما خود شخصی که کبود شده و هوار میزنه. و حالا مصیبت اینجا اینه که من خودم کبود شدم و درد پوست روانی نازکم منو داره آزار میده، اما فقط کافی نیست این قضیه، به اطرافیانم هم شدیدن آزار میرسونم به خاطر اینکه درد کشیدم. خیلی مواقع من اصلا نمیدونم که حق دارم انقدر ناراحت بشم از شخص یا اشخاص. آیا این
حقیقی و واقعی بوده یا اصلا غیر واقعی بوده. اینو نمیتونم تشخیص بدم وقتی که پوست روانیم بسیار نازک میشه. حال بریم سراغ چی میشه که انسان پوست روانیش نازک میشه. من خلق و خو ارثی و ژنتیکی هست به هر حال، اما اکتساب نقش اساسی رو داره برای پوست روانی. کودکی که بیش از حد لوسش کنن، بیش از حد بهش حق بدن، بیش از حد بهش رایت بدن که تو درست میگی، تو بهترینی، به نوعی اجازه نمیدن که تجارب تلخ زندگی رو تو همون کودکی، تلخ زندگی منظورم اینه که با دوستش دعواش بشه، خودش از پس این دعوا بر بیاد، با دوستش مشکل پیدا کرده، با همسن خودش مشکل پیدا کرده، یا یه درد فیزیکی پیدا کرده، خیلی وقتی شلوغش کنم وای آخر دنیاش بکنم. کودک خیلی ترسیده بزرگ میشه، خیلی ترسو بزرگ میشه، خیلی حساس داره بزرگ میشه. یا اینکه بیش از حد تو کودکم رو تحقیر بکنم و اعتماد به نفس و حرمت نفس کودکم رو از کودکی ازش بگیرم به جای اینکه باورش بکنم. از اون طرف به کودکی که دارم لوسش میکنم اعتماد به نفس و حرمت نفس کاذب بهش بدم. این دوتا به نظر من، این دوتا زمینه یک فرد با پوست نازک و لطیف زندگیش. و بعد حالا این کودک داره بزرگتر و بزرگتر میشه تو در چه محیطی. حالا محیط خیلی مهمه. اگر من با پدر یا مادری دارم بزرگ میشم که دائما غر میزنن، دائما غیبت این اون رو میکنن، دائما یه حس انزجار از این دارم، انزجار از اون دارم، فلانی اینجوری به من نگاه کرد، فلانی اینجوری فکر کرد، فلانی اینجوری با من احوال پرسی کرد، یعنی یک مادر حساس و یک پدر حساس. زمانی که من توی همچین محیط بزرگ بشم دارم اکتساب میکنم دقیقاً پوست روانی نازک و خودخواه مادر یا پدرم رو، و اینو دارم اکتساب میکنم رو شخصیت خودم، شخصیت خودم رو دارم اینجوری تغذیه مسموم میکنم. حالا توی این خانه ممکنه که 3 فرزندن، 2 فرزندن، یه فرزند اتفاقاً برعکس ممکنه که دقیقاً برعکس نمیخواد پوست روانی نازک داشته باشه، چون از این شخصیت منزجر شده، از این کاراکترایی که تو اون خانه بزرگ شده. اما روی سخن ما رو افرادیه که پوست روانی نازک، زمینه پوست روانی نازک از کجا شروع میشه رو میخوایم بازش کنیم. و اینجور خانواده ها متاسفانه تأثیر بسیار زیادی رو بچه هاشون میذارن. یا مثلا یه وقتی بچه یه دفعه با یه بچه دیگه دعوا شده سر اسباب بازی، سر هر چیزی، میاد گریه میکنه، مامانش قربون صدقش میره، بی خود کرد، طرفداری های بی جا. و بعد با اون کودک خیلی عصبانی میشه، با مادر اون کودک خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه دعوا کردن جلوی این دوتا بچه، شروع میکنن دعوا کردن با اون خانواده که به چه حقی بچه اینجوری کرد. این بچه اینور احساس میکنه که پس همیشه حق باهاشه، همیشه باید همیشه همه بیان ازش دفاع کنن چون حق با منه. اینجاست که متاسفانه کودک میشه یک کودک ناسالم در یک محیط ناسالم. چون من همیشه میگم بچه ها چه با خواهر برادرشون چه با دوستاشون حق پرخاشگری، فحاشی و یا مخصوصا فیزیکی نباید داشته باشه، و از همون لحظه اول باید این قضیه گرفته بشه. به اضافه اینه که بچه ها باید عذرخواهی رو یاد بگیرن. اگر که تقصیر تو بوده، تو مامان باید بری عذرخواهی کنی. جلو بچه نباید جهت بچه رو بگیریم شروع کنیم با خانواده دیگه دعوا کردن. و یا با بچه دیگه، بعضی خانواده با بچه 5-6 ساله دیگه شروع میکنن دعوا کردن، بچه بدبخت چنان وحشت زده میشه. بابا کودک طرفیم، کجای کاری ای مادر مثلا بالغ، پدر مثلا بالغ. پس این زمینه ها، حالا دیگه خلاصش کنیم، این زمینه ها باعث میشه که من همونطور که دارم بزرگ میشم یه کرکتر حساس تو مدرسه میرم، خانم معلم اینو گفت به هم برخورد، دوستم اینو گفت به هم برخورد، دوست صمیمی میرفت با دوست دیگه هم هر هر کرکر کردن، خندیدن، منو نبردن، به هم برخورد، نمیدونم
توی درسم اون یکی دوستم نمره بهتر گرفت، معلم بیشتر بهش توجه کرد، به هم برخورد. یعنی همینطور که من دارم بزرگ میشم، همینطور حساستر و حساستر. من عزیزان لطفاً برید توی یوتیوب من بالای 4000 تا کلیپ دارم. یکی از کلیپ ها فرق بین انسان حساس و انسان با احساس. حتما برین به خاطر این برنامه اون برنامه رو نگاه کنین و لطف کنین سابسکرایب هم بکنین، به خاطر اینکه هر روزه ما داریم کلیپ های جدید پست میکنیم که بتونین زودتر کلیپ های جدید هم ببینین. پس فرق بزرگی است بین انسان حساس و انسان با احساس. دقیقا برگردیم کودک و نوجوان رو نگاه کنیم، ببینیم با این روش ها ما یک کودک حساس داریم بزرگ میکنیم. با احساس نیست، دلش واسه کسی نمیسوزه، دلش فقط واسه خودش میسوزه، خودخواه میشه و حالا این داره بزرگتر و بزرگتر میشه، وارد زندگی زناشوییش میشه، تو دوستاش، تو دانشگاه، هیچ کی دیگه نمیتونه بهش نزدیک شه برای اینکه حساسه، هی به تیریج قواش بر میخوره، نمیتونه از پس مشکلاتش بر بیاد، میخواد همه بیان نجاتش بدن، خودش منجی خودش نیست، همه رو هم آزاردهنده میبینه. بعد حالا وارد زندگی زناشویی شده، فردی که تنهاست، دوست صمیمی نمیتونه داشته باشه، دوستا همه فرار میکنن ازش و حالا اون شوهر بدبخت بینوا یا اون زن بدبخت بینوا شده همسر این فرد حساس. حالا بیا درستش کن، نمیدونست که این حساسه. حالا تو زندگی زناشویی مادرت اینو گفت، خواهرت اینو گفت، خودت چرا اینجوری گفتی؟ مثلا امروز توی یکی از با دبی داشتم کار میکردم، حالا فعلا بویفرند گرلفرند هستن، گفت دوست دخترم بهم گفتش که من از ورزش اومدم صبحونه بخورم، گفتش که تخم مرغ داری درست میکنی؟ گفتم آره. گفت برای منم پس دوتا آبپز کن. دوتا آبپز برای اونم گذاشتم، بعد گشنم بود، همونطور که نشستم داشتم اینجوری تخم مرغ اینجوری میشکستم که شروع کنم آبپز بود بخورم، یه دفعه از اتاق خواب نگاه کرد، گفت داری صبحونه تو میخوری؟ گفتم آره. گفت من نمیخوام. تعجب کردم، تو چرا نمیخوای؟ رفتم تو اتاق خواب بهش گفتم که عزیزم، بوسش هم کردم، گفتم عزیزم خب مگه نگفتی که برات گذاشتم؟ گفت دختره بهش میگه که آره ولی صبر نکردی که با من بخوری. بعد میگه که بهش گفتم خب تو که به من نگفتی صبر کن ما امروز صبحونه رو با هم بخوریم، به من گفتی دو تا تخم مرغ هم بذار پشو، حالا پشو بیا. خب باشه من که نمیخوام، بیا با هم بشینیم بخوریم. نخیر نمیام. بابا بیا. نخیر نمیام. بعد رفته نشسته صبحونش رو خورده، ظرفاش هم شسته آقا، بعد دوباره رفته تو اتاق خواب، برگشته بهش گفته که حالا به من بگو هنوز ناراحتی؟ گفته آره ناراحتم از دستت. آخه چرا تو از دختره برمیگرده میگه که اذیتت کردم، مخصوصا این کار کردم چون من آزار دادی که آزارت بدم. خب اینا خیلی برای من مهمه، قشنگ به طرف یاد دادم که بچه لوس اصلا دختر لوس ما نمیخوایم. اما در کنارش راه اصولی از دو طرف رو یاد دادم که بره بشینه با طرف صحبت کنه، تا فعلا دوست دختر پسری این علف هرز این لوس بازی بیاد بیرون و تکلیف روشن بشه. پوینت رو متوجه شدین؟ یه دفعه دختر لوس شد، دختر بچه شد واسه بویفرندش، یه قهر مسخره. الان همه شماهایی که دارین میشنوین صدای منو مطمئنن خندیدین، مسخره کردین. اما بدونین که بسیاری از مواقع ممکنه که ما تو زندگی خصوصیمون این بچه بازی ها رو بکنیم. اینا از تیکه های پوست روانی نازکی یه دفعه اون کودک درون لوسش میزنه بیرون و گن میزنه به زندگی، خراب میکنه خلق و خوی طرف و حال روز طرف و خودش رو و بچه هاش رو. خان دکتر، این قضیه ربطی به هوش هیجانی یا همون ایکیو هم داره یا نه؟ نه ربطی به هوش آیکیو نداره، ولی ربط داره به همون هفته گذشته که در مورد منیک دیپریشن صحبت کردیم یا اختلال های شخصیتی مرزی، خیلی ربط داره. یا کسی که توجه ندیده، توجه نگرفته، کمبود عشق و توجه از خانوادش داره یا بیش از حد لوس شده، اینا همه ربط به اون تربیت اون خانه و خانواده داره و کمبودهایی که فرد پیدا کرده و وپن و یا سلاح‌ها و ابزارهایی که توی زندگی خانوادگیش از کودکیش یاد گرفته و برای خانوادش بازی کرده، از این ابزارها استفاده کرده، ابزار قهر، ابزار لوسگر و اینا
متاسفانه باعث یه همچین مشکلاتی در زندگی زناشویی میشه. پوست روانی خان دکتر، پیشنهاد شما چی هست؟ والدین باید چه جوری بچه‌هاشون رو تربیت کنن که واقعا پوست عاطفی متعادلی داشته باشن؟ چیزایی که گفتم رو تکرار نکنن، بچه‌شون رو بیش از حد لوس نکنن و کمبود توجه و عشق به بچه‌شون ندن. حتما به بچه باید عشق داد، حتما به بچه باید توجه کرد، مخصوصا 3 سال اول خیلی مهمه. بچه رو به زور تو بغلت نگه ندار، بچه هر وقت دوست داره بیاد بغلت، هر وقت که میگه بغل بغلش بکنی، نگی الان کار دارم برو کنار. اینا خیلی خیلی پوست روانی کودک رو حساس میکنه. کمبود توجه کردن به کودک و اعتماد به نفس سالم و نه کاذب دادن، یعنی وقتی که زمان تشویقش میکنم بیش از حد، بی جا تشویقش نمیکنم، به جا تشویقش میکنم. اگر کار اشتباهی کرده حتما بهش تذکر میدم کارت اشتباه بوده. اگر احتیاج هستش که باید به فرض تنبیه سالم، نه تنبیه غیر سالم، بدونه که به فرض یک کار اشتباهی کرده، اولا باید بپذیره. اگر با دوستش رفتار بدی داشته باید از دوستش عذرخواهی بکنه چون تقصیرش بوده، ولی نه اینکه تقصیر دوستش بوده ولی من به بچم تحمیل بکنم تو برو عذرخواهی کن. نه، فر و صادقانه با خانواده‌ام صحبت کنم، با خانواده دوست بچم، که نگران نشین، ما نباید دخالت بکنیم توی اختلافاتی که بچه ها بین خودشون به وجود میارن. ببینیم چقدر میتونن بین خودشون حل کنن، اگر نتونستن اون وقت ما با اصول، یعنی حواسمون باشه که خانواده های دیگر هم هوشیارشون بکنیم در این مورد. و به بچه‌مون قول، هرگز قول بیجا نمیدیم، قول بجا میدیم. اگر میتونم کاری انجام بدم انجام میدم، اگر نمیتونم راحت به بچه‌م میگم فعلا نمیتونم از نظر مالی به فرض. فرق نمیذارم بین بچه اول و بچه دومم، دوباره اینا پوست روانی رو خیلی نازک و حساس میکنه. در رعایت تعادل رو بین مهربانی نگه میدارم. خانه باید خانه تشنج نباشه، بچه ها نباید تشنج ببینن، اما معنیشی نیستش که تظاهر بکنیم که همه چی بین من و بابات خوبه در صورتی که ایچی هم خوب نیست. نه به اون افراط، نه به این تفرید. بعضی وقتا اگر که بچه متوجه شد که مامان بابا با هم ناراحتن، بچه میاد سوال میکنه مامان بابا ناراحتی، بابا بابا ناراحتی، میگم آره، یه سوء تفاهمی برامون پیش اومد، حالا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که رفع بکنیم. یعنی اینجوری نیستش که نه، کجا، دروغ به بچه هرگز نمیگیم. و وقتی که بچه از یه مسئله ناراحتیشون میشنویم، ولی اگر دیدیم که داره اگزاجوریت میکنه، یعنی هی داره افراط میکنه، خودشو میخواد بری کنه، میخواد طرف مقابل رو خراب کنه، نمیخواد اون انگشت تقصیر رو به طرف خودش بگیره، اول خودمون این کار رو انجام میدیم چون ما عادتمونه که بگیم تقصیر هم از غیر از خودمون، نسخه رو واسه بچه‌مون نمی‌پیچیم. اول اگه به فرض یه کار اشتباهی کرد، مثلا ظرف شکسته، من میگم تو شکستی ولی اون بچه نشکسته، میگه من نشکستم ولی من میگم تو شکستی. ولی وقتی بعد میفهمم که اشتباه کردم، میرم میگم مامان جون من پوزش میخوام، عذر میخوام ازت، بابا جون من گفتم تو شکستی، من اشتباه کردم، که بچه یاد بگیره پوزش خواستن رو یاد بگیره. با دوستش دعوا شده باید حل کنه مسئله رو، با هم دیگه برن کمیونیکیشن سالم بکنن، با هم دیگه صحبت بکنن، یاد بگیری که از پس مشکلات خودش میتونه بر بیاد، از سلاح‌های مسخره قهر و بازی‌های مسخره پشت گنگ درست کردن و پشت سر این صحبت کردن و پشت سر اون یار کشیدن دست بکشیم. خودمون بچه‌هامون اینا رو، یعنی اگه من خواهر بزنم تا فردا صحبت بگم چیکار باید بکنیم، همه اینا باعث میشه که حالا سوال آخرمون رو بذار اینجوری تمام کنیم که حالا من به عنوان یک بالغ، اگر حالا متوجه شدم که به هر دلیلی پوست روانی نازک دارم، حالا من چیکار باید بکنم؟ بله دقیقا، منم خواستم همینو بپرسم. اگر به بزرگسالی رسیدیم و دیگه اون دوران خوش کودکی گذشت و دیگه والدینی نبودن که مسئولیت این قضایی ها رو داشته باشن، حالا یه بزرگسال خودش چه تمریناتی میتونه داشته باشه وقتی متوجه میشه که پوست عاطفی نازکی داره، برای قوی کردن خودش، برای کمتر آزار دیدن خودش؟ اینجاست که باید بفهمم که دنیا تو دست من نیست،
باید بپذیرم که پرتوقع نباشم، چون معمولا آدم حساس میگه همه به همه تون باید مثل من فکر کنیم، مواظب باشین من ناراحت نکنیم. از خیلی راحتم شنیدیم میشنویم فلانی رو وای تو خدا حساسه ناراحتش نکن. حالا اینجا دیگه به عنوان یک بالغ به خودم نگاه کنم، حالا که من میبینم پوست روانیم نازکه، معنیش اینه که عزت نفس و حرمت نفس و بخشی از اعتماد به نفس من پایینه. رو اینا شروع کنم کار کردن. پذیرفتن دیگران، انسان حساس نمیپذیره دیگرانو، انسان با احساس میپذیره دیگرانو. سعی کنم به جای اینکه حساس باشم با احساس بکنم خودم رو، این مسئولیت رو به عهده بگیرم که حالا که توی زندگی بالغ هستم و توی زندگی زناشویی هستم که نه تنها بهتر نشدم بدترم شدم، همه هم دستم ناراحتن، بچه‌هام، شوهرم، زنم، همه چی رو خراب کردم، من که سالم نکردم، با قهرام، با رفتارهای غیر اصولی، با رفتارهای کودکانم کاری رو که نه تنها درست نکردم بلکه بیشتر آسیب به خودم و خانوادم زدم. پس حالا این بخش مسئولیت رو به عهده خودم بگیرم، با همسرم صحبت کنم، بگم من برنامه رو شنیدم، من احساس میکنم که من پوست روانیم حساسه، میخوام رو خودم کار کنم، از تو هم کمک میخوام، خیلی مهربان طرفم باید خیلی مهربان باشه، نباید تمسخر بگه حالا خوب شد بالاخره فهمیدی، نمیدونم اینجوری نباید با طرف صحبت کنه، بگه چقدر خوشحالم که داری میگی عزیزم، حتما منم اگر هر جایی که احساس میکنم ضعف دارم حتما دوست دارم تو هم به من بگی، دست به دست هم بدن زن و شوهر خانواده در کنار هم. شروع کنم دیگه وقتی که یه وقتی که احوال پرسی سرد میکنه انقدر جدی نگیرمش، آخر دنیا نگاه نکنم بهش که مگه چی کارش کردم، لیست واز نکنم که ببین من چه کارهایی واسش کردم، حالا واسه من قیافه گرفته. دنیا رو انقدر یک جهت نگاه نکنم، یک بودی نگاه نکنم، مهم نیست، ارزش نداره که من بخوام اینقدر خودم رو عذاب بدم. فرض اولا شاید اصلا طرف منو ندید، واقعا قصدی نداشت. دومی فرض نه که اصلا شاید طرف قصد داشت. خب طرف بیماره و تو بیمارتری که اینقدر داری به طرف بیمار حساسیت نشون میدی و زندگی خودت رو زهرمار کردی و زندگی شوهر و زن و بچه تو. اهمیت انقدر ندم به مسائلی که اصلا ارزش نداره. تشخیص بدم اولویت های زندگیم رو، از همه مهمتر سلامت روان خودم و سلامت روان فرزندان و همسرمه، ایناست که اولویته. ما که نیومدیم دنیا برای ما به چرخه و برقصه، هر کس تفاوت داره، همه ما با هم متفاوتیم، ما باید بیاموزیم تفاوت ها رو بپذیریم و اجازه بدیم هر کس. اگر احیانا با کسی ناراحتم، شجاعت رو پیدا کنم، رو خودم کار کنم، با خود طرف برم صحبت کنم، بگم که در گذشته من از تو این ناراحتی هایی داشتم، الان متوجه شدم که من خودم خیلی حساس هستم ولی دلم میخواد کار ناتموم و حرف ناتموم و تو تموم داشته باشم، این احساس بد با خودم حمل نکنم، این تو رو بزرگ میکنه، کوچیکت نمیکنه و ممکنه که یه رابطه سالم درون رابطه به وجود بیاد با عزیزی که همیشه سالها ازش عقده پیدا کردی و ازش ناراحتی و دلگیر هستی. و اجازه گفتمان و گفتمان سالم رو به خودت و به فرزندان تو و همسر تو به دوستت بده، چون وقت نداریم دیگه، بعد اینجا متوقف بشیم دیگه. من خیلی ممنون از شما خانم دکتر بابک عزیز، واقعا راهکارهای سازنده که شما ارائه میدین مطمئنم که توی زندگی خیلی از ماها تأثیر گذاره و امیدوارم که ماها بتونیم زندگی رو واقعا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و ازش لذت ببریم و به دیگران هم شادی و نشاط و هدیه بدیم. واقعا ازتون سپاسگزارم بابت صحبت‌های ارزندتون. برای شما و شنوندگان عزیزمون آرزوی شادمانی دارم و تا هفته آینده با شما خدافظی میکنم. شب و روز شما با احساس باد و نه حساس. ممنون، خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.